با گذشت یک هفته از جنایت پنجشنبه سیاه در بند 350 اوین و به مدد ایستادگی زندانیان و خانواده هایشان، مسئله به سرعت جهانی شده است. در این گزارش نگاه سریع می کنیم به انعکاس خبر جنایت در برخی رسانه ها و نهادهای حقوق بشری خارجی. خبرگزاری فرانسه دوم اردیبهشت: خانواده زندانیان در پایتخت دست به اعتراض زدند. سازمان عفو بین الملل با ابراز نگرانی از حمله به زندانیان سیاسی در اوین گزارش کرد. 100 نفر از افراد گارد زندان که مجهز به تجهیزات ضد شورش بودند در حمله به بند 350 شرکت داشتند. روم، 21 آوریل 2014. کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان برای ایران آزاد، موج جدید سرکوب و شکنجه زندانیان سیاسی که در ایران در جریان است و همچنین افزایش شمار اعدام‌ها در دوران ریاست جمهوری روحانی را که به بیش از 700 تن رسیده محکوم کرد. سازمان حقوق بشر نوین فرانسه حمله خشونتبار پنجشنبه 17 آوریل علیه زندانیان سیاسی در زندان اوین را که چندین زخمی بر جای گذاشت و در جریان آن بسیاری از زندانیان به انفرادی منتقل شدند محکوم کرد. در بیانیه این سازمان آمده است: خشونت علیه زندانیان سیاسی بیدفاع نشانه دیگری از وخامت وضعیت حقوق بشر از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی است. سازمان حقوق بشر نوین همصدا با پارلمان اروپا سرکوب فزاینده در ایران را محکوم می کند و از اتحادیه اروپا می خواهد منطبق با قطعنامه پارلمان اروپا حقوق بشر را در تمامی وجوه روابط خود با رژیم ایران لحاظ کند. سایت نیویورک تایمز، 2 اردیبهشت 93. گاردهای امنیتی بند 350 زندان اوین با پشتیبانی عوامل سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در یک سرکوب خشونت‌آمیز بیش از 30 زندانی را مجروح کردند. موضوع زندانیان سیاسی یک موضوع بسیار حساس در ایران است. سایت گاردین، 2 اردیبهشت 93. زندانیان توسط پاسداران در زندان مخوف اوین تهران به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. حسن روحانی با وجود توضیحات هولناک زندانیان و خانواده های آنها در مورد آشوبی که یادآور دوران سیاه در یکی از مخوفترین زندانهای ایران می باشد در سکوت است. پاسداران در جریان این حمله مشخصاً نسبت به زندانیانی که متهم به داشتن رابطه با مجاهدین خلق ایران هستند با خشونت بیشتری رفتار می کردند. سایت اینترنشنال ریپورتر، 1 اردیبهشت 93، گزارش کرد انجمن معتقدان به خدا از سازمان‌های غیردولتی وابسته به ملل متحد از فراخوان خانم مریم رجوی برای همبستگی با زندانیان سیاسی حمایت کرد. به این ترتیب سرکوب وحشیانه زندانیان سیاسی در اوین توسط رژیم آخوندی هشداری است به آنان که هنوز در فکر مماشات با رژیم آخوندی و مذاکره بر سر سلاح اتمی، تروریسم و حقوق بشر هستند.